با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین. در همین ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفاً ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو میخوام بهتون خواص روغن کرچک برای پوست، مو و سلامت بدن رو بگم. پس تا آخر این ویدیو در فارسینت همراه ما باشید. روغن کرچک یکی از مواد ضد التهاب و ضد باکتری است که به سبب داشتن مواد مورد نیاز برای سلامت پوست و مو در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد بسیاری دارد. این روغن که از عصاره دانه کرچک به دست می‌آید، یکی از مواد خام مفید با پایه زیستی است که حتی در تولید دارو نیز از آن استفاده می‌شود. خواص روغن کرچک برای پوست. 1. کاهش التهابات پوستی. التهابات پوستی ناشی از آفتاب سوختگی، آکنه و خشکی پوست به کمک روغن کرچک درمان می شود. برای درمان این نوع التهاب، یک تک پنبه را به روغن کرچک آغشته کنید و آن را روی قسمت ملتهب پوست بکشید. پس از یک ساعت پوست خود را بشویید. 2. از بین برنده نشانه های پیری. یکی از اثرات اعجاب انگیز روغن کرچک کاهش روند پیری پوست است. روغن کرچک با نفوذ به عمق پوست به تولید کلاژن و الاستین کمک می کند. این هم موجب آبرسانی به پوست می شود و آن را نرمتر می کند. در نتیجه ایجاد چروک و خطوط ریز به تأخیر می افتد و پوست لطیفتر و جوانتر می شود. برای رفع خطوط ریز اطراف چشم نیز می تواند از روغن کرچک استفاده کنید. 3. کاهش آکنه. روغن کرچک سرشار از رتینولیک اسید است. این ماده باکتری های مولد آکنه را از بین میبرد. افرادی که پوست آنها دچار آکنه شده و استفاده از روغن های دیگر موجب بسته شدن محافظ پوست و در نتیجه بدتر شدن مشکلشان میشود، میتوانند از روغن کرچک برای درمان آکنه استفاده کنند. برای این منظور ابتدا باید صورت خود را با آب گرم بشویید تا محافظ پوست باز شوند. سپس به صورت دورانی پوست خود را با روغن کرچک ماساژ دهید. این روغن باید تمام شب روی پوست باقی بماند و صبح روز بعد صورت خود را با آب سرد بشویید. 4. خاصیت مرطوب کنندگی. روغن کرچک مرطوب کننده فوق‌العاده است. اسیدهای چرب بسیار غلیظ موجود در این روغن به راحتی در پوست نفوذ می‌کند و با آبرسانی باعث درمان خشکی پوست می‌شود. از این روغن در صنایع مختلف استفاده می‌شود، اما به دلیل خاصیت مرطوب کنندگی آن در بخش مراقبت‌های پوستی بسیار مورد توجه است. استفاده از این روغن پوست را صاف، نرم و با طراوت می کند. اگر به دنبال مرطوب کننده ای ارزان و طبیعی هستید، روغن کرچک انتخاب مناسبی است. 5. درمان محل زخم. اغلب از روغن کرچک برای درمان جای زخم استفاده می شود. اسیدهای چرب موجود در این روغن در بافت محل زخم نفوذ و آن را برجسته می کند و موجب رشد بافت‌های سالم اطراف آن می شود. عمل کرده این روغن برای درمان محل زخم آهسته است. پس با یک بار مصرف نباید انتظار تغییرات چندانی داشت، اما با استفاده مداوم می توان به نتیجه مطلوب رسید. 6. جلوگیری از ترک های بارداری. ترک های بارداری به دلیل کشیدگی بیش از حد پوست در دوران بارداری به وجود می آید. هرچه پوست خاصیت کشسانی بیشتری داشته باشد، کمتر ترک می خورد. استفاده از روغن کرچک برای این منظور مناسب است. برای جلوگیری از ترک های بارداری، استفاده از روغن کرچک در دو ماه آخر بارداری توصیه می شود. 7. از بین برنده لکه ها. توانایی روغن کرچک در از بین بردن رنگدانه ها سبب می شود از این روغن برای از بین بردن لکه های پوستی استفاده شود. همانطور که قبلا گفته شد، این روغن به خاطر داشتن اسیدهای چرب به ویژه اسید چرب امگا 3 خاصیت آبرسانی دارد و همزمان به رشد بافت‌های سالم کمک می‌کند و پوستی صاف و بدون ترک برای شما به ارغمان می‌آورد. خواص روغن کرچک برای موها. 1. افزایش رشد مو. یکی از راه‌های بسیار عالی برای افزایش رشد مو استفاده از روغن کرچک است. ماساژ پوست سر با این روغن مو را محکم‌تر و بلندتر می‌کند. این روغن با افزایش جریان خون در فولیکولورهای رشد مو را افزایش می‌دهد. اسید چرب امگا 9 موجود در این روغن برای سلامت و مراقبت از مو و جلوگیری از موخوره مفید است. شکنندگی مو را کاهش می‌دهد و مو را نرم و مرطوب نگه می‌دارد. 2. درمان عفونت‌های پوست سر. عفونت‌های پوست سر منجر به بروز مشکلاتی همچون ریزش مو، شوره سر و خارش پوست سر می‌شود.
روغن کرچک به سبب داشتن خواص ضد قارچ و ضد باکتری با پاتوژن‌ها و تولید کننده عفونت مبارزه کرده و مانع بروز عفونت‌های پوستی می‌شود. 3. جلوگیری از سفید شدن مو. یکی از روش‌های رایج برای جلوگیری از سفید شدن زودرس مو استفاده از روغن کرچک است. این روغن به حفظ رنگدانه‌های مو کمک و روند سفید شدن آن را کند می‌کند. 4. نرم کننده مو. برای درمان موهای خشک و آسیب دیده میتوان از روغن کرچک استفاده کرد. یک قاشق چایخوری روغن کرچک را به شامپوی نرم کننده موی خود اضافه کنید و به خوبی تکان دهید. مرطوب کنندگی این روغن سبب آبرسانی به مو میشود و از خشک شدن آن جلوگیری میکند. خواص روغن کرچک برای سلامتی. 1. درمان کرم حلقوی. کرم حلقوی نوعی عفونت قارچی است که تمام گروه‌های سنی را درگیر می‌کند. ترکیب فعالی به نام آنتی‌سیالینیک اسید در روغن کرچک وجود دارد که از بروز کرم حلقوی جلوگیری می‌کند. 2. ضد عفونی کننده زخم. این روغن ضد عفونی کننده بسیار عالی برای زخم‌ها و جراحات کوچک است و به درمان آنها کمک می‌کند. همچنین به سبب خاصیت ضد التهابی درد را نیز کاهش می‌دهد. 3. ملین. روغن کرچک یک ملین شناخته شده است که از آن در طب سنتی بسیار استفاده می شود. این خاصیت به دلیل وجود ریسنونولیک اسیدها در این روغن است. برای درمان یبوست از این روغن استفاده می شود. 4. کاهش دردهای مفصلی و آرتروز. این روغن برای کاهش دردهای مفصلی و بافتهای بدن بسیار مؤثر است. یک تکه پارچه پنبه ای را به این روغن آغشته کنید، سپس پارچه را فشار بدهید تا روغن اضافه از آن گرفته شود. پارچه را در محل درد قرار دهید و آن را با پلاستیک ببندید. یک کیسه آب گرم به مدت 1 ساعت روی آن قرار دهید. خاصیت ضد التهابی این روغن درد ماهیچه‌ها، مفاصل و التهابات عصبی را کاهش می‌دهد. 5. افزایش ایمنی. بر اساس مشاهدات کارشناسان رشته طبیعی درمانی، روغن کرچک به افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک می‌کند. این روغن حتی اگر به صورت موضعی استعمال شود، با افزایش تعداد سلول‌های T1 مکانیزم دفاعی بدن را بهبود می‌بخشد. این سلول‌ها به تولید آنتی‌بادی پاتوژن‌ها را از بین می‌برند، به سم‌زدایی بدن و در نتیجه افزایش سلامتی بدن کمک می‌کند. 6. درمان کمر درد. یکی از بهترین درمان‌ها برای از بین بردن کمر درد استفاده از روغن کرچک است. برای کاهش درد و گرفتگی، محل درد را با روغن کرچک ماساژ بدهید و با پارچه و پلاستیک ببندید. به یک کیسه آب گرم روی محل درد قرار دهید. برای حصول نتیجه بهتر این کار را در روزهای آینده نیز تکرار کنید. چند راه ساده برای پاکسازی شکم با روغن کرچک. 1. روغن کرچک و شیر. ترکیب این دو ماده درمان خانگی فوق‌العاده‌ای برای پاکسازی شکم به وجود می‌آورد که می‌تواند در درمان نفخ شکم، درمان سندرم روده تحریک‌پذیر و سایر مشکلات روده‌ای همچون ترش کردن، یکی از شایع‌ترین علائم رفلکس معده و یبوست مؤثر باشد. یک قاشق چایخوری روغن کرچک را به نصف لیوان شیر اضافه کنید و هفته یک بار با معده خالی بخورید. 2. روغن کرچک و آب پرتقال. یک درمان خانگی مکمل برای مسمومیت شدید غذایی و یبوست استفاده از روغن کرچک همراه با آب پرتقال است. برای این منظور روغن کرچک و آب پرتقال را به نسبت مساوی با هم ترکیب کرده و خوب به هم بزنید. سپس با معده خالی میل کنید. 20 دقیقه بعد آب گرم بنوشید و 3 تا 5 بار هر 20 دقیقه نوشیدن آب گرم را تکرار کنید. بعد از اینکه شکم باکسازی شد و احساس سبکی کردید ماست بخورید. با این روش سموم شکم دفع می شود. سم‌زدایی روش خوبی برای درمان سوزش معده و ترش کردن است. 3. سم‌زدایی با روغن کرچک. برای سم‌زدایی شکم روغن کرچک را روی تمام سطح شکم خود بمالید. شکم خود را با پارچه تمیز یا شکم بند ببندید. یک حوله تمیز هم به دور شکم ببندید و کیسه آب گرم را به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت درون حوله قرار دهید. این شیوه سم‌زدایی به رفع گرفتگی‌های معده و درمان حالت تهوع ناشی از سنگینی معده، گاز معده و نفخ کمک می‌کند. هشدار: سازمان غذا و داروی آمریکا روغن کرچک را به عنوان یک ماده بی‌خطر و کاربردی شناخته است، اما این ماده دارای عوارضی است که باید با احتیاط مصرف شود. قبل از استفاده از این ماده آن را روی بازوی خود تست کنید تا از نداشتن آلرژی نسبت به آن مطمئن شوید. چند قطره از این روغن را روی بازوی خود بریزید و اجازه بدهید به مدت 1 شب روی پوستتان بماند.
اگر دچار خارش، قرمزی و حساسیت پوستی نشدید، می توانید از آن استفاده کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون که امروزم همراه ما بودین. تا ویدیوی بعدی ما در کانال فارسینت، خدا نگهدار.